سلام میکنم به همه دوستای خوبم امیدوارم حالتون خوب باشه و به کلاس درس خوش اومدین امروز میخوایم با هم یک مثال خیلی خوب کلاس کتاب درس رو در مورد معادله حرکت و معادله مسیر حل بکنیم سوال همینه به ما گفته شده که معادله حرکت یک خودروی ای A این هست یعنی Xش و Yش به این شکل بر اساس زمان تغییر میکنند و معادله حرکت یک خودروی B هم به همین ترتیب به ما داده شده و بعد از ما پرسیده شده که آیا مسیر این دو خودرو تلاقی دارند یا نه یعنی آیا اصلا مسیرشون با هم تلاقی داره و ثانیاً چه شرطی باید برقرار باشه تا بین خودروها برخورد رخ خود بده خب بذارید اول شروع کنیم با همون بخش اول چون قطعا یک شرط برای اینکه بین خودروها برخورد رخ بده اینه که مسیرشون اصلا به همدیگه برخورد بکنه خب پس باید اول ما بریم و از معادله حرکتی که به ما داده شده برای خودرو A و B معادله مسیرشون رو حساب بکنیم و ببینیم آیا مسیرشون در هیچ نقطه با هم برخورد داره یا نه من به خودروی A شروع میکنم خودروی A به ما گفته شده که x برابر هست با 3 به توان 2 و وای برابر هست با هشت خب اگر به این معادله حرکت نگاه بکنید میبینید که این معادله یک ویژگی خاص داره و اون اینه که وای ثابت هست در طول مسیر خب یعنی وای معلفه ایگره ای این ماشین ای من اصلا تغییر نمیکنه در حالی که معلفه ایکس من دائم با زمان داره زیاد میشه یعنی اول صفره یعنی در تیم مساوی با صفر صفره و در تیم مساوی با یک میشه یک در تیم مساوی با دو میشه دوازده و و و بنابراین معادله مسیر این رو من بدون اینکه بخوام تلاش خاصی بکنم و از اون روش ویدئوی قبل استفاده بکنم میتونم به راحتی بفهمم که یک همچین شکلی هست یعنی از نقطه صفر و هشت شروع میشه و در راستای محور ایکس های ماشین من به سمت شرق حرکت میکنه این میشه معادله مسیر ماشین A که من رسم کردم برای ماشین B به من گفته شده که معادله مسیر این ماشین به این شکله که Xa ای برابر هست با 6t و X و Y ببخشید Xb برابر هست با 6t و Yb برابر هست با 4t خب من میام از همون روش ویدئوی قبل استفاده میکنم یعنی میگم که من از اینجا تی رو به دست میارم که مساوی میشه با x b تقسیم بر 6 و بعد اینو جایگذاری میکنم در این معادله دوم به دست میارم که وای بی مساوی میشه با 4 ضبط در x b تقسیم بر 6 یعنی به جای t x b تقسیم بر 6 گذاشتم که این میشه دو سوم x خب من کافیه که این نمودار رو رسم کنم یک تابع خیلی ساده که y مساوی با دو سوم x هست که من به راحتی میدونم که مثلا به زای x مساوی با 6 y میشه 4 و بنابراین این یکی از نقاط این نمودار من خواهد بود و در مجموع نمودار من یعنی معادله مسیر من در حقیقت این شکلی خواهد شد در نتیجه این میشه معادله مسیر ماشین B خب من الان فهمیدم که ماشین بی در این راستا از مبدع شروع میکنه حرکت کردن و میره میره و به سمت عملا شمال شرق حرکت میکنه و ماشین A من از نقطه صفر و ه شروع میکنه حرکت کردن و به سمت شرق حرکت میکنه حالا من به راحتی میتونم جواب بدم آیا مسیر این دو خودرو تلاقی داره بله چرا چون من قشنگ دارم نقطه تلاقی رو میبینم من دارم میبینم که اینها در این نقطه این دو مسیر تلاقی دارن حالا یا من میتونم پیدا کنم که این چه نقطه ای هست؟ بله چون من دو تا معادله خط دارم و به راحتی میتونم محل طلاقیشون رو حساب بکنم در این مثال خاص خیلی هم کار راحت تره چرا؟ چون من میدونم که ایگرگ این نقطه ای که من تلاقی دارم هشته و کافیه که پیدا بکنم ایکسش چند هست و میتونم از این معادله دوم یعنی وای بی مساوی با دو سوم ایکس بی بگم که اگر وای باشه هشت در نتیجه Xb من باید مساوی باشه با دوازده بنابراین x بی من هست دوازده وای بی من هست هشت چون اصلا این خط موازی محور x ها هست و همیشه وایش هشته و بنابراین نقطه تلاقی میشه نقطه دوازده و هشت در مختصات دکارتی که فقط این یه نقطه است و هیچ نقطه دیگه این مختصات رو نداره خب این از بخش اول سال که حتی بیشتر هم حل کردیم و نقطه تلاقی رو هم دقیقاً حساب کردیم حالا بریم سراغ بخش دوم چه شرطی باید برقرار باشه تا بین خود برخورد رخ بده خب یه خورده خودتون فکر بکنید آیا اگر مسیر دو خود رو فقط با هم تلاقی داشته باشه کافیه برای اینکه اون دو خود رو با هم برخورد بکنن؟ نه یه اتفاق دیگه هم باید بیفته و من مطمئنم همتون الان دارید میگید که اون اتفاق اینه که دقیقا در یک زمان این اتفاق بیفته یعنی اگه من یه روزی از یه جایی رد شم یه نفر دیگه یه روز دیگه که ما به هم برخورد نمی کنیم. نه تنها باید مسیرمون برخورد کنه که باید ما در یک زمان هم از اون نقطه عبور بکنیم خب پس بیایید حساب بکنیم ببینیم که هر کدوم از اینها در چه زمانی از این نقطه عبور میکنن خب از این نقطه دوازده و هشت خب A من میدونم برای اینکه ایکسش بشه دوازده باید سه تی به توان دوش بشه دوازده چون ایگرگش که همیشه هشت هست در نتیجه در تی مساوی با دو ثانیه ای از این نقطه عبور میکنه خب این از A ای در مورد بی چطور بی برای اینکه ایکسش یعنی شیش تی بشه دوازده باید تی باشه دو ثانیه و خب طبیعتاً چون این معادله مسیر رو ما از اینها به دست آوردیم وایش هم در این نقطه 8 خواهد شد دیگه چون 4 دوتا میشه 8 دو و بنابراین بی هم دقیقا در زمان تیم مساوی با دو ثانیه از نقطه دوازده و هشت عبور میکنه و در نتیجه من نتیجه میگیرم که بین دو ماشین برخورد رخ خواهد داد خب خیلی هم خوب ما تونستیم این سوال رو به شکل کامل حل بکنیم و با معادله مسیر، معادله حرکت و شرط برخورد یعنی بعد سومی به نام زمان بیشتر و بیشتر آشنا بشیم در ویدیوهای بعد می‌بینمتون فعلا خدافظ